جناب مسعود فردمنش عزیز و نازنین، سلام به شما. سلام. و ضمن تسلیت به جامعه هنری که تورج نگهبانو از دست داد، راجع به تورج صحبتی دارید برای ما؟ والا تورج نگهبانم فکر میکنم که مثل خیلی از ماها خستگی به تنش موند و از این دنیا رفت متاسفانه، و این یکی از دردهای جامعه هنری ماست که هممون با خستگی که به تن داریم از این دنیا میریم. به مصداق تو سرگذشت من نبود جز غمی دل شکستگی، عمری گذشت رو از تنم هنوز نرفته خستگی. ای کاش که یه تغییر تحولاتی در جامعه هنری بیفته، که چون مرگ حقه، هممون میمیریم، شاید نوبت بعدی نوبت من باشه، ولی حداقل با آرامش خاطر بریم. ما هممون در یک شرایط خیلی سخت زندگی میکنیم و این خیلی دردآوره واقعا. بعد از سالها زحمتی که تورج نگهبان کشید و این همه ترانه و این همه شعر، فکر میکنم تنها حرفی که میتونم بزنم با خستگی از این دنیا رفت. خدا بیامرزتش، بقای عمر شما باشه، انشالله همیشه پاینده باشید. در خدمت آقای فرهاد زمانی، مدیریت کمپانی MZM هستیم، کسی که سالهای سال آثار موسیقی کشور ما رو در یک گنجینه بسیار زیبایی به اسم کمپانی MZM جمع‌آوری کرده. سلام عرض می‌کنم. سلام میگم خدمتتون آقای توکلی، امیدوار بودم که در یک جلسه بهتر از این در خدمت شما باشم. قربونتون برم. من جناب زمانی عزیز، در رابطه با فوت دوست عزیز و نازنین، بسیار سخت راجع به این بزرگوار گفتند، ولی واقعا تسلیت بگم به تمام جامعه هنری ایران، به تمام ایرانیان، کسانی که میشناختنش بهتر میدونند که من چی چیزی را دارم عنوان میکنم، ولی کسانی که نمیشناختن میتونم بگم گلی رو از دست دادیم در بین جامعه هنری. من از ارادتمندان این شخص بودم. خوشبختانه از روزهای اولی که ایشون لس آنجلس تشریف آوردن، من در خدمتشون بودم. توسط یکی از دوستانم یه کارهای کوچیکی تونستم براشون انجام بدم، که در مقابل اون همیشه آقای توکلی، ایشون هر جا منو میدید این رو متذکر میشد و بازگو میکرد تمام اون کارها رو، که من واقعا خجالت میکشیدم ازشون. میگفتم که آقای نگهبان، ما واقعا کاری که برای شما انجام دادیم اصلا قابلش نیست که شما اینقدر بازگو میکنید. این فقط نمونه ای از اخلاق و رفتار این شخص در جامعه هنری بود، که امیدوارم که بقیه دوستان این کار رو ادامه بدند انشالله. شما در نظر ندارید که این 700 ترانه یا بیشتر آثار ایشون رو در مجموعه تولید اینا رو با بازار عرضه کنه، که ما همه رو یک جا بتونیم، مثلا گوگوش، کچکلاخان، داریوش، آهنگای دیگه اینا رو بتونیم، آثار این مرحوم رو بتونیم در یک مجموعه داشته باشیم؟ اتفاقا با خودشون حدود چند ماه پیش یه برنامه‌ای رو داشتیم که بتونیم مجموعه آثارشون رو در یک مجموعه‌ای به نام گنجینه عرضه کنیم، که متاسفانه در قید حیات ایشون این کار تموم نشد، ولی به زودی قول میدم که این کار انجام میشه. مرسی آقای زمانی. محمد پیش از هر چیز تسلیت میگم به خانواده عزیز آقای تورج نگهبان، سرکار خانم شهی خانم. جایشون برای ما واقعا خالی است و قلب همه ما مالامال از درد است.
من سخن کوتاه میکنم و با کلام خود استاد تورج نگهبان ادامه میدم این مطلب رو. پیش رویم بگشا پنجره ای، پیش رویم بگشا پنجره ای، تا از آن پنجره پرواز کنم. روحم از قید تن آسوده شود، هستی دیگری آغاز کنم. از پس پرده این ابر سیاه، شهرک خاکی ما روشن نیست. به دل تیره ما آدمیان، جلوه عاطفه یک ارزن نیست. روحم آزرده، روحم آزرده، مرا وسوسه بیهوده مکن. دگر این لحظه تن پاک من آلوده مکن. یاریم کن، یاریم کن که رود از یادم غم دیرینه این خاطره ها. شوق پرواز سراپای مرا می کشد تا پس این پنجره ها. پیش رویم بگشا پنجره ای، تا از آن پنجره پرواز کنم. روحم از قید تن آسوده شود، هستی دیگری آغاز کنم. تو را به کنگره عرش نغمه خوان بردند، تو را به کنگره عرش نغمه خوان بردند، چرا که عاشقانه ره عمر پیمودی. غمین مباش، غمین مباش اگر خانه تنگ و تاریک است، که از این دیار به میخانه راه بگشودی. دگر همیشه بیاسای، دگر همیشه بیاسای، خسته ای ای دوست، تویی که بین من و ما دمی نیاسودی. همیشه یاد تو ای یار خوب رفته به خیر، که نگهبان گلشن عشق و وفا بودی. یادش گرامی، روانش شاد. از آقای گلشنی خواهش می‌کنم تشویق. خوش آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند، و خوش آنان که از کالای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند.